چند دقیقه پیش از نشست، در حالی که مهمانان زیر چشمی به ارزیابی یکدیگر مشغول بودند، به سراغ حال و هوایشان رفتند. خب، خدمت آقا مرتضی گل سلطانی، حال شما؟ خیلی متشکرم آقای دکتر. دیگه کسی نیست که این زرما کارون رو نخورده باشه. همه جای دنیا تولید یعنی مشکل، بنو بریم ما تولید کنند و باید خودمون آماده کنیم برای مقابله با مشکلات. امروز که دیدار دارید با مقام معظم رهبری، تو ذهنتون اینه که چه بشنوید؟ خلاصه من چیزی رو که به اصطلاح آرزومون هست، همه بایدهای تولیدی، تثبیت قوانین اول سال تا آخر سال یه قانون داشته باشیم که تغییر نکنه. در بدنه دولت وجود دارن که مخالف این نظر هستن و مخالف بخش خصوصی هم؟ مخالف بخش خصوصی هم و دقیقت بخش خصوصی. مخالفتشون چجوری نشون میدن؟ سنگ اندازی ها به چشم؟ اصلا هفتاد خان که حضرت آقا فرمودن، حرف بسیار درست. درخواستی داریم از وزارت کشاورزی که اینکه یک دفتر تخصصی با عنوان دفتر زراعت چوب در وزارت خونه داشته باشه. این نیست که محصولات کاله رو نخورده باشه، اینه دیگه باید مینان که میشه گفت. حالا نه تنها ایرانی ها، عراقی ها، اینوری ها، روسا، امریکایی ها، چینی ها، ایتالیا، چینی ها دیگه همه دادی؟ مثل که کاخ سفید هم برده بودن. بله، کاخ سفید هم رفت. وجه اشتراک تولید کنندگان حاضر در جلسه امروز این بود که هر کدام الگوی موفق و منحصر به فرد در شرایط جنگ اقتصادی بودند. ضمناً مسئولان دولتی هم بودند و منتظر شنیدن کارنامه چند ماهه خود از زبان تولید کنندگان و ترسیم مسیر راه توسط مقام معظم رهبری. ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حوزه فعالیتی در کشور و دستاوردهای حاصل شده به بیان چالش‌ها و راهکارهای پیش رو بپردازم. بسم الله الرحمن الرحیم. تولید کنندگان هم از افق روشن شرکت‌های خود گفتند و هم از گره‌های کوچک و بزرگ. کسی نگفت تحریم خوب است، اما کسی هم نگفت در شرایط موجود نمی‌شود کار کرد. امروز طیف وسیعی از تولید کنندگان کالا و خدمات در این نشست حاضر بودند، از فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان تا کالاهای پرمصرفی مثل لاستیک خودرو، کفش و صنایع غذایی. باید اعتراف بکنم البته که بعد از 23 سال که در حوزه اقتصاد کار میکنم، امروز فعالیت‌های تولیدی برخی از تولید کنندگان عزیز، مثلا در حوزه زیست فناوری، برای اولین بار بود که به گوشم میخورد و واقعا باعث افتخار. افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته اقتصادی بودند. رزمندگانش هم کارگران بودند. با تعابیر این چنینی رهبر معظم انقلاب بحث را شروع کردند. به دولت مردان گفتند نقشه راهبردی برای صنعت داشته باشند، اعتبارات بانکی را به سمت تولید هدایت کنند و به جوانان اعتماد داشته باشند، و به تولید کنندگان هم توصیه کردند کیفیت را هرگز از یاد نبرند و اگر از صنعتی حمایت می شود در قیمت گذاری محصولات رعایت مشتریان را بکنند. من گلایه می کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هست، ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم. شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقا قیمت بده کرده. چرا؟ چنان از کیفیت خودرو و قیمت لوازم خانگی گلایه داشتند که انگار همین امروز از کف بازار اطلاعات به دستشان رسیده. یعنی اعتراض مردم به جاست. آخر این نشست تولید کنندگان خوشحال به نظر می رسیدند. دولت مردان متفکرانه جلسه را ترک کردند، ولی هر دو امیدوار به آینده ای روشن.